زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسن. آنقدر زیباست این بی بازگشت که از برایش میتوان از جان گذشت. سلام و درودی دوباره به همه عزیزانم. امیدوارم خوب خوش سلامت باشید و به دور از دغدغه‌های فکری زندگی کنید. قبل از اینکه برنامه این هفته رو شروع کنیم، جا داره بابت 22 قسمت ساپورت برنامه رنگ زندگی ازتون تشکر کنم. مرسی از اینکه با انتقادات و پیشنهادات خوبتون در بهبود این برنامه به ما کمک کردید. پس یه هفته دیگه با برنامه خودتون همراه باشید. اول برنامه همون میخواییم در رابطه با اثر اومگا 3 بر کبد چرب صحبت کنیم. کبد چرب یکی از عوامل مهم و شایع بیماری های کبدی محسوب میشه و زمینه ساز بیماری های قلبی و عروقی هم شناخته شده. کبد چرب در اثر رسوب چربی در کبد به وجود میاد و اگر بر اثر مصرف بیش از اندازه الکل باشه به اون کبد چرب الکلی گفته میشه و اگر در اثر رسوب چربی و تجمع چربی در سلول های کبد باشه به اون کبد چرب غیر الکلی گفته میشه. کبد چرب میتونه تو هر سنی اتفاق بیفته و معمولا بین 40 تا 60 سالگی اتفاق میفته و بیشتر در خانم ها شایع است. یکی از بهترین روش ها و متداول ترین روش ها در پیشگیری بیماری های کبدی داشتن یه رژیم غذایی ویژه و انجام فعالیت های ورزشی و تحرک زیاده. اومگا 3 یکی از ترکیباتیه که میتونه در کنترل کبد چرب نقش موثری داشته باشه و همچنین میتونه تاثیرات کبد چرب و علائم اون رو کاهش بده و چربی کبد چرب رو کنترل بکنه. میتونه علائم درد، ضعیف شدن و همچنین حساس شدن شکم و تهوع رو کاهش بده. همچنین گفته شده که اومگا 3 بر حفظ و سلامت قلب بسیار موثره، بر بیماری های متابولیک بسیار موثره و میتونه علائم اونها رو کاهش بده و در کاهش علائم بیماری های آرتروزی هم بسیار موثره. این هم از تأثیرات اومگا 3 بر کبد چرب و همچنین بر قلب و بیماری های متابولیک و بیماری های آرتروزی. یه سر به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. ویتامین B12 یک ویتامین حیاتی در تولید DNA، هورمون‌ها، چربی و پروتئینه و سلامت اعصاب و روان به اون بستگی داره. بر اساس گزارش سخنگوی آکادمی تغذیه و رژیم غذایی آمریکا، یکی از وظایف مهم ویتامین B کمک به سلول‌های بدن برای تولید انرژیه. از مهمترین عوارض کمبود ویتامین B12 میتونیم به از دست دادن اشتها، احساس ضعف و خستگی، کمخونی، مشکلات یبوست و گوارشی و همچنین بیحسی و سوزن شدن دست و پا اشاره کنیم. از راهکارهای مهم برای دریافت این ویتامین، به اندازه کافی استفاده از مواد غذایی طبیعی مثل میوه‌جات، سبزیجات، استفاده از گوشت بره و گوساله، ماهی و نان سبوس داره. اگر به هر دلیلی قادر به مصرف این مواد غذایی نیستید، میتونید تحت نظر پزشک از مکمل‌های B12 استفاده کنید. این مکمل‌ها به سرعت باعث بهبود خلق و خو تمرکز میشه و سیستم ایمنی بدن رو افزایش میده. تحقیقات زیادی نشون دادن که ویتامین B12 میتونه نقش موثری در کاهش برخی از سرطان‌ها مثل سینه، رحم و ریه داشته باشه و در درمان بسیاری از بیماری‌های التهابی، پوستی و آرتروزی هم بسیار موثره. و در آخرم بهتون بگم که از بروز اختلالات روانی هم جلوگیری می‌کنه. یه سر به اتاق فرمان می‌زنیم و برمیگردیم. پنج تا ماده غذایی بهتون معرفی کنیم که باعث تسریع روند پیری میشه. اولین ماده غذایی چربی های اشباع شده هستن. این چربی ها برخلاف چربی های اشباع نشده میتونن باعث تسریع روند پیری بشه، مثل چربی هایی که توی شیر، پنیر و گوشت پرچرب وجود داره.
ماده غذایی دوم چربی های هیدروژن شده ای هستن که توی کیک و بیسکویت ها قرار داره. این چربی ها به راحتی میتونن باعث چین و چروک، جوش و همچنین تسریع پیری بشن. ماده غذایی سوم فست فود ها هستن. فست فود ها سرشار از نمک و شکر هستن و باعث پیری زودرس پوست میشن. ماده غذایی چهارم تنقلات شور هستند. از اونجایی که تنقلات شور سرشار از نمک هستند و سدیم به راحتی و به طور مستقیم میتونه به کلاژن های طبیعی پوست صدمه بزنه و چین و چروک های در اطراف چشم ایجاد کنه. و اما ماده غذایی پنجم دسرهای شیرین هستند. دسرهای شیرین سرشار از شکر هستند و میتونه انسولین رو در بدن افزایش بده و زمانی که انسولین بیش از اندازه ترشح بشه میتونه که باعث پیری زودرس پوست بشه. پس یادمون باشه که سلامت و شادابی پوست در تغذیه سالمه. یه بخش کوتاهی رو با هم میبینیم و برمیگردیم. آلوده ترین قسمت مرغ کجاست؟ معمولا مقدار مشخص آنتی بیوتیک در آب مرغ ها ریخته میشه برای پیشگیری از ابتلا به بیماری و شرکت هایی که این آنتی بیوتیک ها رو تهیه میکنن برای بسته‌بندی اونها قید میکنن که بین 5 تا 14 روز نباید عمل زب انجام بگیره و گوشت مرغ نباید مصرف بشه و نظارت بر انجام این کار به عهده دامپزشکی و همچنین مسئول مرغداری هاست. ولی متاسفانه در برخی از مرغداری ها تا لحظه آخر به مرغ ها آنتی بیوتیک داده میشه. خوشبختانه گوشت مرغ تحت تاثیر این آنتی بیوتیک ها کمتر قرار میگیره و بیشتر این آنتی بیوتیک ها در جگر و کلیه مرغ تجمع میشه. پس اگر از نحوه پرورش مرغ آگاهی کافی ندارید، از خوردن جگر و کلیه مرغ پرهیز کنید تا سلامت خودتون رو به خطر نیندازید. یه میان برنامه با هم میبینیم و برمیگردیم. موزهای لکه‌دار مفید هستن یا موزه؟ مصرف موزهای لکه‌دار چه اثری میتونه بر بدن ما داشته باشه؟ موزهای لکه‌دار باید دور ریخته بشن یا مصرف بشن؟ در این بخش میخوایم به این سوالات پاسخ بدیم. کمتر کسی هست که این میوه خوشمزه رو دوست نداشته باشه و از خواص اون آگاهی نداشته باشه. تحقیقات بیشماری انجام شده و نتیجه این تحقیقات نشون داده که موزها میتونن ما رو در برابر تومورها و بیماریها محافظت کنن. همچنین از نظر علمی ثابت شده که موزهای لکه‌دار از موزهای سبز و زردتر همچنین خواص بهتری دارن و میتونن سیستم ایمنی بدن رو بالا ببرن، چون موزهای لکه‌دار بعد از مصرف عامل نکروتومور رو تولید میکنه که این ماده میتونه با عوامل غیر طبیعی در بدن مبارزه کنه و توانایی شکست اونها رو داره و میتونه همچنین تعداد گلبول‌های سفید خونی رو افزایش بده که در نتیجه سیستم ایمنی بدن رو در سطح بالایی قرار میده. همچنین تحقیقات بیشماری نشون داده که موزهای لکه‌دار دارای خاصیت ضد سرطانی هم هستند. همچنین تحقیقاتی نشون داده زمانی که میوه ها رسیده تر میشن ترکیبات اونها تغییر میکنه. برای همین موزها زمانی که رسیده تر میشن رنگ اونها زرد میشه و سطح آنتی اکسیدان اونها افزایش پیدا میکنه. فقط یادمون باشه زمانی که موزها لکه دار شدن باید سریع مصرف بشن یا در یخچال نگهداری بشن. یه بخش کوتاهی رو با هم میبینیم و برمیگردیم. هفتمون همینجا به پایان رسید. مرسی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. میدونم که راه‌های ارتباطی با ما رو بهتر از ما میدونید. ولی یه بار دیگه میگم برای کسانی که به تازگی به جمع ما پیوستن، پس یادتون نره ما منتظر انتقادات و پیشنهادات شما بر روی وبسایت، صفحه فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام شبکه جهانی دریملند هستیم. میگن هر چی دلت گرم‌تر و مهربون‌تر باشه، روزگارت آبادتره. امیدوارم تنور دلتون همواره گرم باشه. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.